درگیر بشین. اومدم ببینمت. فکر کن اومدم که بفهمم وقتی به خیانتکارا خیانت میشه قیافشون چه شکلیه. نه قصد دعوا کردن دارم، نمیخوام توی گوشت سیلی بزنم. بگیر بشین، میخوام این دوتا دوست حرف بزنیم. برای سیلی اون روز عذر میخوام، چون بعدش فکر کردم دختری که با دست خودش باید اشکشو پاک کنه چه نیازی به سیلی داره دیگه. برای همین ببخشید. نه، خوب شد اومدین، وگرنه میخواستم یه روز بیام پیشتون، دستتونو بگیرم و ببوسم و بگم برای سیلی ازتون ممنونم. کسی که 5 ماه تو رویا باشه مثل اینه که زنده نیست، یا شایدم هوش از سرش رفته. اینجور موقع باید با سیلی بیدارش کرد. چیزی میل دارین؟ اینجا هم چایی هست هم قهوه؟ نه هیچی ممنون. پس برای چی اومدین؟ پرسیدنش خیلی جالب نیست، ولی به همون نمیخورد همو ببینیم. حس کردم باید برای آخرین بار ببینمت. ازت عذرخواهی کنم، تو هم منو ببخشی. بعدش ازت بپرسم چی کار میتونم برات بکنم. به خدا بگین که منو ببخشه. اونو که میگم، شایدم قبلا گفتم، برای همینه که اومدم. بعد از اینکه رفتی دیوان به هم گفت که 5 ماه با شوهرم زندگی کردی، اون روزم دیدم داشت باهات عروسی میکرد. تو رو آورده بود، گذاشته بود جای من. مجانی باهاش بودی نه؟ خیلی احمقی. من که زنشمم، حتی خودم هم مجانی باهاش زندگی نکردم. ماهی 500,000 تا به هم میده. حتی 5 ماهی که آمریکا بودم هم این کارو کرد. برای همین نشستم فکر کردم. 5 ماه کامل براش مثل زنش پیشش زندگی کردی. در واقع جای منو گرفتی، هم سطح من. اما تو حقوق یکسانی نگرفتی. آقا دیوان، چکو بدین. $2,500,000 برابر با حقوق 5 ماهی که پیشش بودی. نه، پول نمیخوام. به اون شهی رحمت که نرسیدی. مرد که دستش پیش زنش روبشه، تازه عقلش سر جاش میاد. برای همین اونو نمیدم. اونم نمیخوام. پس پولو نگه دار. وقتی عاشق همچین مردی میشی، میدونم که آرزوت بیشتر از عشقه. خب به آرزوت برس، وگرنه یه تنبیهی میشی که بدون پول داغون میشی. اصلا قبل از اینکه تنبیه بشی میمیری. لطفا زود نمیر.
با دیدن تو خیلی از دخترها خیلی چیزا یاد میگیرن. شایدم دیگه به خاطر عذرخواهی از خدا مجبور نباشی منت بقیه رو بکشی. دیگه هیچ وقت همو نمیبینی. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.